سلام، به دیمو دریمز خوش اومدید. به طور معمول میشه حیوانات خطرناک رو از ظاهرشون تشخیص داد. مثلا ما میدونیم که گربه سانان بزرگ شکارچی های ماهری هستن، یا اینکه بعضی از مارها میتونن سمی باشن، و حتی فکر نزدیک شدن به گله گرگ ها رو هم از ذهنمون بیرون میکنیم. اما امروز میخوایم راجع به یک دسته دیگه ای از حیوانات خطرناک حرف بزنیم. حیواناتی که به ظاهر خیلی بانمک و بیخطر هستن، اما اگر بهشون نزدیک بشید میتونن حتی کشنده باشن. اما قبل از شروع بررسی باید بگم که ما توی این کانال در رابطه با موضوعات هیجان انگیز و جذاب جهان حرف میزنیم. پس اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. شماره 1، چشمگرد تنبل. قطعاً چشمگرد از بامزه ترین موجودات جهان به حساب میاد، اما باید بدونید که اونها جزو موارد اول لیست سمی ترین پستانداران هم قرار دارن. این موجودات که بیشتر شبیه خرس عروسکی هستند، از غده های پنهان شده در آرنجشون سمی ترشح میکنن که باعث حساسیت های آلرژیک میشه. در مواقعی که اونها احساس خطر کنن، سلی سمی که در دستهاشون ساخته میشن رو میمکن و دندانهاشون رو به این سم آغشته میکنن. بعد از اون اگر اونها کسی رو گاز بگیرن و اون شخص در برابر سم مقاومتی نداشته باشه و به درستی پادزهر دریافت نکنه، در عرض چند ساعت میمیره. دیده شده که چشمگردها بچه های خودشون رو هم به این سم آغشته میکنن تا از دست شکارچی ها در امان بمونن. شماره 2، قو. قوها بسیار زیبا و رمانتیک هستند، به طوری که از سالها پیش سوژه عکاس‌ها و نقاش‌ها بودند. وقتی اونها رو همراه بچه‌هاشون توی برکه می‌بینید، دوست دارید بهشون نزدیک بشید یا حتی پرهای نرمشون رو لمس کنید. اما بهتون هشدار میدم که هیچ وقت این کارو نکنید، چون که اونها انسانها رو تهدید می‌بینن و همچنین قوها خیلی روی فرزندانشون حساسن. اینکه حیوانات از فرزندانشون محافظت میکنن رو توی خیلی از گونه ها مشاهده کردیم، اما در زمان حمله شکارچی اکثر والدین وقتی میبینن که راهی برای نجات فرزندشون نیست تسلیم میشن. اما باید بگم که قوها هیچ وقت تسلیم شکارچی فرزندانشون نمیشن. اونها انقدر با شکارچی مبارزه میکنن تا یا خودشون بمیرن یا شکارچی رو بکشن. در مواردی دیده شده که با اینکه شکارچی تسلیم شده و در حال فراره، باز هم قوها از جنگیدن با اون دست نکشیدن. شماره 3، ماهی بادکنکی. ماهی های بادکنکی بسیار کوچک با رفتاری آروم و غیر تهاجمی هستند. احتمالاً دیدید که وقتی احساس خطر کنن به حالت بانمک و خندداری خودشون رو باد میکنن. ولی باید بگم که هر کدوم از این ماهی ها به اندازه ای سمی هستن که توانایی کشتن حداقل 25 انسان بالغ رو دارن. سم اونها 1200 برابر قوی تر از سیانوره و در حال حاضر هیچ پادزهری برای اون کشف نشده. بعد از وارد شدن سم این ماهی به بدن، تنها یک ساعت با مرگ فاصله خواهید داشت. پس با توجه به این که خارهای سطح پوست این موجود به سم آغشته هستن، بهتره که هرگز بهشون دست نزنید. با این حال این ماهی در منوی رستوران‌های ژاپنی دیده میشه، اما با اینکه به روش‌های سم رو از بدن ماهی خارج می‌کنن، هنوز همین ماهی جزو خطرناک‌ترین غذاهای جهان شناخته میشه. شماره 4، دلفین. دلفین ها حیواناتی باهوش، دوست داشتنی و با نمکی هستند که مثل ما انسان ها میتونن با همدیگه ارتباط بگیرن. همچنین داستان هایی در رابطه با کمک دلفین ها به انسان ها وجود داره. اما دلفین ها هم در مواردی میتونن خطرناک باشن. اگر یک دلفین عصبانی شه و شما در آب باشید، هیچ راه فراری ندارید. اونها شما رو به سرعت به اعماق آب میکشن تا غرق بشید. حتی دیده شده که بعضی از گونه های کوسه هم از دلفین می ترسن. باید قبول داشته باشیم که هر چقدر یک حیوان باهوشتر باشه، می تونه خطرناکتر هم باشه.
شماره 5، پیتوهوی کلاهدار. پیتوهویی کلاهدار با رنگ نارنجی پرهاش پرنده کوچیک و زیبا به نظر میرسه. اما مسئله اصلی اینجاست که این پرنده جزء موارد خیلی کمیاب در دنیای پرنده هاست، چون که بسیار سمیه. در رابطه با این پرنده یک ویدیو مستقل ساختیم که اگه دوست داشتید میتونید تماشا کنید. لینک ویدیو رو توی قسمت توضیحات قرار میدم. خب دوستای من، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و سابسکرایب کانال هم فراموش نشه. خیلی ممنونم. تا بعد. فعلا.